سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیو دیگه اومدم خدمتتون. از حرفهای تند و جنجالی شاهرخ، خواننده معروف ایرانی، از نفوذ و قدرت آقازاده های حکومتی در آمریکا. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. شاهرخ خواننده محبوب و سرشناس ایرانی که سالهای سال بعد از فتنه 57 در آمریکا زندگی میکنه، حرفهای تند و جنجالی رو در مورد آقازاده های حکومتی که در آمریکا زندگی میکنن زده. این خواننده محبوب و خوش صدا که چندی پیش هم متاسفانه در بستر بیماری بود و ویدیویی در اینستاگرام خودش منتشر کرده بود که باعث تأسف و ناراحتی خیلی از طرفدارانش شد. شاهرخ شاهید متولد 10 آذر 1332 خواننده پاپ ایرانیه. ایشون در سن 12 سالگی فعالیت هنری خودشو در برنامه کودک رادیو ایران واقع در میدان ارک آغاز کرد و کماکان در همون سالها به تشویق پدرش و توسط اون برای فراگیری ردیف‌های موسیقی ایرانی در کلاس استاد مهرتاش به مدت 10 سال شرکت کرد. شاهرخ در سن 12 سالگی به استخدام تالار رودکی تهران در اومد و گروه کر ملی ایران که در اون سالها توسط آلفرد مالرویان رهبری میشد و همچنین در اپرا هم مشغول به فعالیت هنری شد. متاسفانه شاهرخ در سن 11 سالگی مادر جوانش رو در بستر بیماری از دست داد و متاسفانه 3 سال بعد هم پدرش رو از دست داد و در همون دوران نوجوانی در دامان خواهری که نه چندان از خودش بزرگتر بود تربیت و پرورش یافت. اساتید شاهرخ از سن نوجوانی فراگیری نوت و سولفژ رو شروع کردن و زیر نظر استاد پورتراب در هنرستان ملی موسیقی ایران آموزش دید. همچنین به مدت 5 سال زیر نظر استاد کازاتو که معلم لوچیانو پاواراتی خواننده معروف اپرای جهان بود آموزش اپرا دید. طبق نظر اساتید صدای شاهرخ یکی از سولیست های موسیقی اپرا بود و صدای اون تنور باریتون هم بود. قطعات بزرگ دنیا رو توسط سولیست های بزرگ دنیا که به ایران دعوت می شدن در فرهنگ و هنر اجرا می کرد. شاهرخ در سن 14 سالگی ترانه دوستت دارم رو به دنیای موسیقی پاپ ارائه داد که مورد تشویق و حمایت جوانان و مردم ایران قرار گرفت. نام دومین ترانه‌اش شبا بی تو و بعدی هم راه بیفت بود و در سریال غریبه ترانه‌ای با همین نام اجرا کرد که به مدت 2 سال هر شب از شبکه 1 تلویزیون ایران پخش می‌شد. با شروع شورش‌ها و فتنه 57 و با ورود روح الله خمینی به ایران، شاهرخ به ایالات متحده نقل مکان کرد. شاهرخ در آمریکا در شهر لس آنجلس با گرفتاری فراوانی کار خودش رو ادامه داد و با گروه موسیقی اصیل ایرانی به نام عشاق آلبوم عشاق 2 رو که از کارهای جاویدان عارف قزوینی بود ارائه داد. بعد از اون هم آلبوم‌های زیادی ارائه داد. شاهرخ در لس آنجلس ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دختری به نام ملودیه. شاهرخ همینطور که در همه این سال‌ها با همه ترانه‌های عاشقانه و احساسی و سیاسیش در کنار بوده، در این مدت اعتراضات اخیر هم که بعد از کشته شدن مهسا امینی به راه افتاد همچنان در کنار مردم مونده و در اینستاگرامش صحبتهایی در حمایت از مردم ایران زده. چند وقت پیش هم ویدیویی از خودش منتشر کرد که متاسفانه در بستر بیماری سرطان بود. قسمتهای کوتاهی از این ویدیو رو با هم ببینیم. درود گرم من به جوانان غیور ایرانی، پیشانی یکایک شما رو میبوسم. دیدم در این روزهای آخر، یعنی در همین روزهایی که خیلی مهمه، من با شما نباشم، خودم رو به شما نرسونم، حرفم رو با شما نزنم، دیدم در پوستم نمیگنجم. تصمیم گرفتم که در همین تخت خوابی که هستم بهتون بگم شما منو زنده کردید. به شما میبالم، به شما سرفرازم. ملت بیاید بیرون، بیاید پشت سر این جوانها بیستید. خواهش میکنم بیاید بیرون پشت سر این جوانها بیستید
چون این رژیم فسیل بلا فاصله فرو خواهد ریخت و شما خواهید دید که فرو خواهد ریخت و نگذارید یک به یک این جوانهای ما رو، این بسیجیان با تیر بزنن و از بین ببرن. نگذارید این اتفاق بیفته. میبوسم یکایک شما رو، با شما هستم، با شما خواهم بود، همچنان که گفتم. زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی. شاهرخ در صحبت‌های تندی که در یکی از مصاحبه‌هاش داشته گفته من اصلاً این دموکراسی که در آمریکا هست رو قبول ندارم. وقتی یکی میتونه اجازه بگیره دسته سینه‌زنی و زنجیرزنی محرم راه بندازه، پس این دموکراسی نیست. من امروز با تمام اطمینان اینو میگم که در 52 ایالت آمریکا 52 دسته القاعده مولتی میلیونر دارن زندگی می‌کنن. من و همنسلان من بنا به کوچ اجباری که داریم در یک زندان بزرگ در آزادی زندگی میکنیم. این فضا برای من ساخته نشده. من فقط دارم نفس میکشم و الکی زنده ام. مثلا شما برید در ایالت یوتا بپرسید پولدارترین فرد اونجا کیه، میگن جف هاتسون، همون جعفر حسنزاده است. اینو میگم چون اطلاعات دقیق دارم. من با جوانهای ایرانی 18 سال تا 30 سال 40 سال تماس مستقیم دارم. از چندین میلیونی که خارج از کشور هستن، یه سریشون مثل ما مجبور بودن و در حقیقت تبعید شدن، بقیه با پول های کلان و با اختیار اومدن و سرمایه گذاری کردن اینجا. همین لس آنجلس تا چند سال پیش بیابون خدا بود. چجوری الان پر از بیلدینگ های بزرگه، پر از رستوران های بزرگه، پر از دفاتر وکالته، پر از مطب پزشکه. اینها همه با پول جمهوری اسلامی اومدن. از نوجوان 15 ساله که الان 10-15 ساله اینجاست، روزنامه نگار، پیتزا فروش، کبابی داره، بقالی داره، تلویزیون داره، همه خواننده ها رو خریدن. یعنی شعبه دو جمهوری اسلامی توی دبی، توی آمریکاست، توی انگلیس، توی همه کشورهای اروپایی و آمریکاییه. یعنی با پول نفت مملکت، با پولی که باید توی ایران خرج بشه، دارن باج میدن، رانت میدن، مردم رو میخرن. مثلا کسی بود که خودش تعریف کرد که پیتزایی داشته، ورشکسته شده، چک بالا آورده، بدهی بالا آورده. چند وقت بعد رفته ایران به پدرش سر بزنه. برگشتنی توی فرودگاه بهش گفتن آقا بیا، ما میدونیم تو اوضاعت خرابه، هفته دیگه مغازه‌تو از دست میدی، یک ماه پیش ماشینتو فروختی، زنت ولت کرده رفته، ما بهت پول میدیم، بهت کمک میکنیم مغازتو از دست ندی. این گفته خب من براتون چیکار کنم؟ گفته هیچی، فقط آمار مخالفامونو به ما بده. خواننده معروفی بوده که هر کنسرت میرفته 5000 تا میگرفته، حالا بهش گفتن 60000 دلار بهت میدیم، دیگه نخون، تو کنسرتات حرفای سیاسی نزن. اونم گفته دیگه من پیر شدم، دیگه از خدا چی میخوام، دلش خوش شده، نشسته چندین سال تو خونه. تلویزیوندار رو خریدن که خودش حتی نمیدونه که خریدنش. آپارتمان ساز اومده گفته آگهی میدم بهت، به جای 20 دلار 200 دلار. بعد به اون تلویزیون دار گفته که اجازه حرفای سیاسی زدن رو ندارید، ما میریم ایران میایم، چون به شما آگهی دادیم پس دیگه از این حرفا تو تلویزیونتون نزنید. اونا هم که پولو گرفتن، چی از این بهتر، دیگه از این حرفا نمیزنن. لعنت به این آدمها که واقعا نمیفهمن چرا دارن این کارها رو میکنن، وگرنه چرا توی یه تلویزیون آمریکایی، یه رستوران، یه گل فروشی، یه املاکی از اونور تهران باید بیاد آگهی بده. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.